درود و سلام دارم خدمت بینندگان عزیز هر جا که هستید. سپاسگزارم از تلویزیون ایرانیان کانادا که این فرصت در اختیار من و مهمانان عزیزی که دعوت میکنم میذارم. از مهندس فرزاد در اتاق فرمانم سپاسگزارم که منو راهنمایی میکنن، کمک میکنن برای بهبود این برنامه. امروز مهمان عزیزی رو دارم که بعد از مدت ها به من افتخار دادن که در خدمت چون باشم. میریم به سالن و درود و سلام میگیم به خانم دکتر میترا بابک. خوش آمدین دکتر بابک عزیز. خوش آمدین جانم، درود گرم تقدیم خود شما. دلم برای خود شما هم تنگ شده بود. درود تقدیم همه بینندگان شما و خوشحالم، خیلی خوشحالم که دوباره در کنارتون هستم. بله، من در آغاز میخواستم که جشن 13 بدر رو به هموطنان عزیزم، قهرمانان ما خجسته‌باد بگم. در عین حال برای رسیدن نوروز و تبریکات نوروز و خدمتشون بگم، برای اینکه هفته دیگه ممکنه که کمی دیر باشه، ولی در هر صورت از تمام هموطنانم در تمام این یک سال گذشته سپاسگزارم و فداکاریایی که کردن، از خانواده هایی که عزیزانشون از دست دادن به اونا سلام و تبریک میگم، در عین حال که میدونم عزادار هستن، ولی ما سنت خودمونو به خاطر مبارزه با جمهوری اسلامی فراموش نمی کنیم. بنابراین با این سخنان میرم خدمت دکتر بابک و اگر پیام میدارن برای بینندگان خواهش کنم بفرمایید. دقیقا طبق صحبت شما، درسته که ما داد خواهیم، ولی با دختران اکباتان، رقص زیباشون و تلاش خیلی زیادی که همه مردم دارن میکنن، با جشنی که این بار ما چهارشنبه سوری رو طور دیگری دیدیم، یعنی دقیقا جمهوری اسلامی رو داریم میکشونیم به زیرتر و زیرتر و خارتر و خارتر، و بچه های داخل کشور دارن نشون میدن با شجاعتشون که هیچ حراسی ندارن. فکر نکنید که آتش زیر خاموش شده، آتش زیر خاکستر بسیار شعلش قوی تر شده، اتفاقا خاکسترش خیلی خیلی خفیفتر و نازکتر شده. دیروز ما سپیده قلیان آزاد شد، همه ما خوشحال شدیم و دیدیم این شیر دختر ما چگونه با شجاعت چه فریادی زد، خامنه ای زهاد می کشیم زیر خاک. یعنی شما نگاه کنید، ما یک همچین شیرزنانی رو داریم که این مدت‌های طویلی تو زندان بود، شکنجه شد، آزار دید، خانواده آزار دیدن، حالش خوب نبود، بهش رسیدگی نمی‌شد. به محض اینکه از زندان آزاد شد، این عزیز ما چه فریاد شجاعانه‌ای با لبخند، با شادی می‌زد. ببینید، شاد بودن یکی از بزرگترین اسلحه ماست بر علیه خامنه‌ای و بیت خامنه‌ای و کل نظام، و بدیدیم که چقدر سریع ترسیدن و سپیده رو دوباره دستگیرش کردن، کیدناپش کردن، یک دولت تروریست دوست و طبیعتاً کیدناپ کن، و خانواده رو بردن، موبایل برادر رو ازش گرفتن، و مادر رو وقتی دید که خیلی جیغ و داد میکنه و گریه و زاری میکنه، از ماشین انداختنشون بیرون و دوباره سپیده یه شیر دختر ما رو بردن. ما با یک همچین جامعه ای طرفیم، ای خامنه ای ضحاک، حواست جمع باشه، حواس همه تون جمع باشه. بله، کاملاً بله، همینطور که اشاره کردین، بیشتر از چندین ساعت بیرون از زندان نبود، نزدیک به حدود، اگر اشتباه نکنم، نزدیک 5 سال در زندان بودن، و وقتی که اومدن بلافاصله در عرض شاید 12 ساعت 24 ساعت دو مرتبه ایشونو گرفتن. و خب ما از این قهرمان ها بسیار بسیار داریم و اینها هستن که واقعا روحیه میدن به من، به تمام کسانی که مبارز هستن، مثل خود شما که بسیار مبارز هستین در این همه سالها. چند تا خبر کوچیک رو خدمت بینندگان عرض بکنم. یکی این که امروز اتحادیه اروپا یه دو مرتبه یک رأی‌گیری کرد و با 516 رأی موافق و فقط 5 رأی مخالف و 14 ممتنع، جمهوری اسلام رو محکوم کرد بار دیگه، و این بار برای تمام
جنایاتی که اخیراً انجام شده، به خصوص موضوع دختران و مسمومیت دختران، و در اینجا حدود 7 تا ماده گذاشتن، از جمله یکی از ماده هاش ممنوعیت و تحریم کردن خامنه ای و رئیسی هست، اگرچه اینها هیچ کدومشون به خارج نمیان، ولی در هر صورت از نظر سمبولیک خیلی مؤثر بود که این دو نفر رو جزو تحریما قرار بدن. بنابراین با این صحبتی که الان خدمتت کردم، اگر نظری دارین راجع به این رأی گیری که امروز شد، اگر سخنی دارین خواهش میکنم بفرمایید. خبر خیلی خیلی خوش خبر باشه درشین جان، خبر خیلی خیلی خوب بود. میدونیم که خب حرکت های خارج از کشور خیلی وسعت گرفت، دوباره تلاش کردن به طرق های مختلف که تخریبش بکنن، از خودی و غیر خودی و جمهوری اسلامی، و این خبر الان دوباره نشون میده که جامعه بین‌المللی واقعا یک نگاه دیگری داره، و اگر احیانا ما یه نگاه های متفاوتی متضادی یه دفعه میشنویم از این طرف آن طرف، از طرف جامعه بعضی از کشور جامعه غربی، نباید حراسناک باشیم، نباید ناامید باشیم. جامعه بین المللی میدونه که این نظام یک نظام تروریستی است و باید از بین بره و باید ضعیفتر و ضعیفترش بکنن. پس ما نباید امیدمون رو از دست بدیم داخل و خارج از کشور. بله، و دیگه جزء همین یکی از ماده هایی که هست، از سازمان ملل خواستن بار دیگه یک گروه حقیقت یاب بفرستن به ایران و در مورد این موضوع تحقیق بکنن. این واقعا اگر این کار انجام بشه که خواهد شد، چون دستور هست، یک به قول معروف یک میخی به تابوت جمهوری اسلامی اضافه خواهد شد. در همین رابطه میخواستم راجع به حقوق بشر هست که تا بریم به سخن بعدی، آگاه شدیم که 53 نفر از هنرمندان رو ممنوع معامله کردن، از قبیل خانم علی دوستی، کیهان کلهور، اسقر فرهادی و تعدادی دیگه. واقعا فاشیست دیگه نمیشه گفت خانم بابک راجع به جمهور، من واژه‌ای دیگه غیر از فاشیست دیگه نداریم توی واژه هامون. نمیدونم شما چی میتونین این واژه این موضوع رو مطرح بکنین که حتی نمیتونن الان حساب بانکیشون رو برن وردارن، از حساب بانکیشون پول بردارن، برای اینکه هیچ کاری نمیتونن بکنن. به هر صورت در این مورد اگر فرصتی مطلبی داریم بفرمایید، و میخوام برم قسمت موضوع مسمومیت دختران که چند لحظه پیش راجع به صحبت کردیم. من بهش میگم فاشیست امتی. اینا فاشیست امتی هستن، فقط به امت فکر میکنن، هیچ کس غیر از امت براشون مهم نیست، هرچند که از رو جنازه بچه های خودشون برای قدرت رد شدن. ولی روی سخنم باید به خود هنرمندان باشه. خب ترانه حمایت کرد، اسقر فرهادی باید خیلی بیشتر الان حمایت بکنه. بسیاری از همین لیستی که الان ما داریم میبینیم، اینا خیلی کم حمایت کردن از انقلاب پس بعد از مهسا. حواسمون با همه، حواسمون به همه هستش که کی با مردم بود، کی سکوت کرد، کی مصلحت جو بود، کی خیانت کرد. اینه که الان این 50 و اندی نفر با چون میرم حمایت خودشون رو بیشتر نشون بدن، چون سکوتشون دقیقا به ضرر خودشونه، چون هم برای حالشون هم برای آیندهشون سکوتشون به ضرر خودشونه. ببینید با اینکه سکوت کردن و حمایت آنچنانی بعضیاشون نکردن از انقلاب نوین ما پسا مهسا، بازم اینا ببین چه بلایی سرشون آوردن. پس فرقی نمیکنه بین ترانه و به فرض آقای اسقر فرهادی، فرقی نکرد. پس باید همه دست در دست هم، هنرمند و ورزشکار، سلبریتی، هر کسی که هست، واقعا حقیقتا اتحاد رمز پیروزیه. هر کسی که سکوت کرده داره میبینه که هیچ جواب خوبی براش نیامد، غیر از این که غیر از به قول معروف کسانی که همیشه دستمالچی بودن و سعی کردن به طرق مختلف دفاع علنی بکنن، آنها تکلیفشون مشخصه طبیعتا، ولی کسانی که سکوت کردن، ببینید چه بلایی داره سرشون حتی از طرف حکومت داره میاد. من فکر می‌کنم یه زنگ خطری بود برای کسانی که مصلحت جو هستن و سکوت کردن. دکتر بابک، میدونم که موضوع مسمومیت دختران و دو مدارس خیلی دنبال میکنین، و قبل از اینکه تو برنامه بیام راجع به یک سازمانی هم که شما تازه شروع کردین
میخواستم که راجع به این سازمان و بعدم راجع به مسمومیت دختران و نظر شما چی هست، برای اینکه داستانهای مختلف میاد، ما دقیقا میدونیم چه اتفاق میفته، ولی میخواستم که دیدگاه شما را داشته باشم. بفرمایید، خواهش میکنم. متاسفانه ما لحظه به لحظه هم میبینید که خیلی متفاوته، یعنی من همیشه میگم باید آپدیت کنیم خودمون رو، ما که خارج از کشوریم با داخل کشور، لحظه به لحظه خیلی چیزا داره تغییر میکنه. اتفاق ناگواری که ما متوجه شدیم میشنیدیم اینه که یه سری از بچه هایی که با دیه آزاد شدند، دختر و پسر، تجاوز، تهدید و رفتارهای بسیار زشت و از نظر روحی روانی داغون داغون هستن این بچه ها. اینا وقتی به خانواده برگشتن، جلاحت خانواده تردشون کرد و اینا تو خونه دوستا و آشناها و هر کس و ناکسی مجبورن برن بخوابن و حتی فراتر از اون میدونیم که چقدر شکننده میشه موقعیتشون و بعضی وقتاً به تن فروشی مجبور شد بدن و بعضیشون ممکنه که به آسیب خودشون رو آسیب بزنن، آسیب رسانی شخصی خودشون رو دست به خودکشی بزنن. حال اصلا جری یه سری چند نفری هستیم که سری ماش یه کمپین به اسم قهرنام درست کردیم، قهرمان قهرنام درست کردیم که این بچه ها قهرمانان ما هستند. خانواده ها، ما همیشه گفتم افشین جان، خانواده ها باید آموزش بگیرند بعد از به خصوص پسا مهسا. ما در دهه 60 همچین چیزی رو نداشتیم، اون همه جوان ما کشته شدن. الان پسا مهسا و با نسل زد، نسل دهه 80 خیلی متفاوت، ایدئولوژی نداره، چیز خیلی خوبه و به رنسانس خودش رسونده، به پسا اسلام خودش رسونده و تبعیض نژادی و تبعیض جنسیتی و هیچ اینا رو نمیدونه و خیلی هم خوب میدونه دموکراسی یعنی چی، سکولاریزم یعنی خیلی بازن. اما خانواده ها هنوز عقب هستن، جامعه ترس از قضاوت، مسئله فرهنگی خانواده ها، فرهنگ شهرهای مختلف نمیتونن برسن به بچه های نسل دهی هشتادی، از نظر روحی روانی نمیتونن برسن، فرهنگ اینا رو هنوز نمیتونن بشناسن. و همین دلیل من قبلنم بارها گفتم که تو برنامه Voice of America، تو تلویزیون های جاهای مختلف، کلاب هاوس، که من برای اینکه سالهای سال گروپ تراپی کردم، شکنجه های سیاسی و گروپ تراپی خیلی خیلی مهمه، گروپ تراپی خیلی کمک میکنه. به همین دلیل ما یه همچین کمپینی رو باز کردیم، الان شروع کردیم شخصیت ها و همچنین من فقط صدامو دارم خودم میشنوم، اینو بگم صدام تکرار میشه برای خودم و همچنین از متخصصین ما هم باید دوباره سازی فرهنگی بشن. من یک کارم سالیان سال دوباره سازی فرهنگی و این دوباره سازی فرهنگی کمک میکنه به روحیه بچه ها و همچنین بچه های خانواده. من فراتر حتی رفتم بارها، گفتم ما انقلابمون تازه ادامه داره، خیلی بزرگتر هم ادامه پیدا میکنه و همین دلیل بچه ها و همچنین خانواده ها باید انقلابی بشن. ایدئولوژی ندارن ولی حرکت و احساس انقلابی که هویتشون در زیر شکنجه از دست بره، چون تمام هدف یک دیکتاتور گرفتن هویت فرد و شکستن هویت اوست. خیلی 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 زیاد مردم سریع تماس گرفتن و خیلی خوشحال شدن از یک همچین کمپین. اما برم سراغ سال دومتون. در مورد سال دومتون که میدونیم بالای 300 تا مدرسه را اینا گازهای شیمیایی زدن، 29 تا استان، 29 تا شهر رو اینا آسیب زدن. اگر دقت کنید اینا به مدرسه من، تا اونجایی که من تحقیق کردم، به مدرسه خودشون که امتی هست نرفتن، سراغ اون مدارس نرفتن، سراغ مدارس رفتن، لطی رفت، دومی رفتن و نه امتی. این خیلی مسئله مهمی. به اضافه اینی که
دیکتاتور رو ما میدونیم تمام تلاشش رو میکنه و اینا کره شمالی رو دارن، اینا الگوشون چینه، الگوشون پوتین سایکوپت، استالین الگوشون. و خود پوتین در همین کشور دو تا از مخالفین خودش رو با گرد شیمیایی از بین برد. همه دنیا در موردش خبردار هستن. یعنی ما با یک بیمار روانی مثل پوتین طرف هستیم. در سایکوپات کنترلگرای خامنه ای، از خمینی تا خامنه ای. و مسئله زن زندگی آزادی تیر بزرگ و واقعا قلب و جانشون رو هدف گرفت و اینا عقده خیلی خیلی زیادی دارن از زن. زن که اصلا ضعیف است، زن که اصلا ارزش نداره برای این، برای اسلام و جمهوری اسلامی. و اینی که یه همچین شجاعت هایی رو شما نگاه کنید، سپیده قلیان رو ما این همه شجاعانی داریم که این حرکت های بزرگ و تر تمام این 40 سال به خصوص پسا مهسا انجام داده. و اینو خامنه ای یک عقده خیلی شدیدی پیدا کرد به این زنان، به این نسل، به این نسل. سلام فرمانده رو درست کرد، شد سلام درمانده. یعنی همون دهه در کنارش هم اخیراً شما دیدید که دخترای 9 ساله معصوم ما رو این دور خودش جمع کرده بود با اون حجاب کذایی و حرفایی که میزد بسیار خطرناک بود. یعنی چایلد ابیوزه. مسئله اینجا اینه که صحبتاش این بود که شما دیگه زن شدید، شما مثل یک زن کامل هستید و مثل یک مرد کامل هستید. یعنی بچه یه معصوم 9 ساله که الان تا 18 سالگی کودک حساب میشه، این داشت تشویقشون میکرد به نوعی به همسرگرایی. و دو تا آخوندم یه نمایش سیک درست کردن و شروع و در مورد اینکه میخوای غذا بخوری، حیف نیست که تنها باشی، یه نفر میخوای که در، یعنی دقیقاً همسری، کودک همسری رو دینا داشتن تزریق میکردن به بچه ها. این حرکت هم انجام داد خامنه ای و طبیعتاً همه ما سفت و محکم در مقابل این رفتارهای ایستادیم. یعنی هر کاری که خامنه ای کرد بر علیه اولین بانویی که پا گذاشت و عمامه آخوند در قم بود، یه قم بهش اعتراض کرد، عمامش افتاد و این زن شیرزن قومی پاشو گذاشت روی عمامه آخوند و اون شد یه نمازج و بعد عمامه پری رفت پشت سرش. و مشهد و قم، واتیکان شیعه است. در مشهد و در قم شیر دختران و شیر پسران ما تظاهرات کردن، در مدارس موهای ابشون زیباشون رو ریختن، عکس خامنه خمینی رو زیر پاشون له کردن. خامنه یک عقده خیلی زیادی پیدا کرده از این نسل و همین دلیل از قم شروع کرد، با 9 تا مدرسه قم شروع کرد و بعد پخش شد یه دفعه همه جا. و این حرکت سیستماتیک بود، کاملا مشخص بود که یک حرکت از داخل رژیمه. و میبینید که از توی ماشین شما داری میری، اگر حجاب تو رعایت نکردی از رو کامرا میتونن پیدا بکنن و بعد برات میفرستن که تو جریمه شدی، موات ریخته بودی بیرون تو توی ماشینت. بعد اینا تمام مدارس یه دفعه دوربینا کار نمیکنه، اخطار دادن به معلمین، بعضی از طبیعتا ناظم و مدیر مدرسه هم دست بودن باهاشون و کاملا، یعنی یک حرکت کاملا نقض حقوق کودک و نقض حقوق بشری که واقعا فاجعه بی آبرویی، آبروی نداشته شد. یعنی اینا هر احمقی که میکنن بر ضد خودشون تبدیل میشه از نظر جامعه بین المللی و داخل کشور. طبیعتا مردم بیشتر ذات آخوند رو میشناسن اتفاقا، اما از این طرف هم اینا میخوان فقط مدت بیشتری رو برای زمان خودشون بخرن. یعنی انقدر خودشون فکر میکنن خیلی باهوشن، ولی با این حرکت اتاق فکرشون اینا مردم داخل کشور، حتی خانواده های خود بسیجی و پاسدارا رو بر علیه خودشون کردن. از این طرف هم جان کودک به مدرسه ابتدایی حمله کردن
و ما مسئله خیلی مهم، ببینید پوتین یک خبرنگاری که الان اسمشون یادم نیست، یک خبرنگاری این مسئله اوکراین و چچنیا رو این برملا کرد، چچنیا رو فکر میکنم که دقیقا پوتین این کار رو با چچنیا و اوکراین دبیرستان اوکراینی کرد. و این خبرنگار وقتی این مسئله رو فاش کرد، رفت در بیمارستان ها سوال کرد، بیمارستان ها اجازه نداشتن دیتا بدن، تا الان هم هیچ کس نمیدونه توی این بچه ها دادن و چه عواقبی این بچه ها تا حالا داشتن. از اون طرف و این بانو رو متاسفانه ترور کردن سریع. ما الان نگرانی من و نگرانی ما اینه که ما نمیدونیم عواقب این کمیکال چی میشه، این حمله های شیمیایی چی میشه. افشین جان اگر دقت کنید این مدارس رو کردن موش آزمایشگاهی، چون بچه ها میگفتن بوهای متفاوت بود، یعنی هر مدرسه یه مدرسه بو نداشت، یه مدرسه بوی متفاوت، مدرسه دیگه بوی متفاوت، اینا امتحان میکردن و ریاکشن هم میبیدیدن که چه حال روزی میفت میشه. بچه ها مثل برگ خزان میریختن، یه دفعه پاشون میلرزید، سست میشد و میفتدن نفس تنگی. و این پوست تروماتیک و استرس دیسوردر یا اختلال وحشت حادثه به خود و خانواده ها دادن و در کنارش هم از نظر روحی روانی بچه ها آسیب خورد. به اضافه اینی که ما نمیدونیم عواقب بعدی ارگان های جسمی و فیزیکی اینا چی میشه. آیا سرطان های زودرس ممکنه بیاره؟ آیا به ریه و ارگان های دیگه اینا در آینده ممکنه که آسیب بزنه که الان چیزی از خودش نشون نمیده، اما در آینده ممکنه نشون بده. یعنی این فاجعه بسیار جدی و بزرگی بود که من دوباره سخنرانی داشتم جلوی هم در هامبورگ دعوت داشتم کنفرانس سخنرانی در تظاهرات، مثلا رو فریاد زدم، واقعا فریاد زدم، گفتم فکر نکنید اینا تو کشور خودتون دوتا رو کشت پوتین، فکر نکنید که در خونه شما رو نمیزنن. این حکومت خطرناک و انتقامجوییه که چشماشو میبنده به روی همه کس. پس ما نه به خاطر ما، به خاطر ملت خودتون و مردم خودتون هم به فریاد برسید. اینه که واقعا یک فاجعه دیگری و یک خیانت دیگری از جانب جمهوری اسلامی. بله، در همین رابطه دکتر بابک، 240 فعال حقوق بشری و از کسانی که شناخته شده هستند در داخل ایران یک نامه رو نوشتن به آقای گوترش، رئیس سازمان ملل، و اینو گوشزد کردن و اونا هم خواستن که علاوه بر اینکه اتحادیه اروپا که خدمت چند لحظه پیش عرض کردم، اینا هم درخواست حقیقت یاب کردن. و از طرف دیگه حالا موضوعی که پیش میاد از نظر من و فکر میکنم خیلی خودت هم همینطور، که کی پشت این کار هست. من شخصا خامنه ای رو میبینم همونطوری که در مورد زدن هواپیمای اوکراینی خامنه ای رو میبینم و مسجل شده، حالا منتظر هستیم که دادگاه لاهه تشکیل بشه برای این موضوع، چون در این وسعت نمیتونه یک نفر یک گروه بیاد این کار رو بکنه. یک برنامه تهیه شده با یک سیستم، همونطوری که درستی اشاره کرده، سیستماتیکه. و بعدم حتی بعد از اینکه خامنه ای صحبت کرد هنوز هم ادامه داره، هنوز هم این مسمومیت دختران ادامه داره. و به درستی اشاره کردی دکتر بابک که ما عواقب اینو نمیدونیم، حتی ممکنه که مسائلی داشته باشه برای نازایی دخترها یا پسرها یا هر چیزی دیگه، که خودت استاد هستی و این مطالب رو بسیار میدونی. حالا اگر موضوع دیگه هست که بخوای راجع موضوع اضافه بکنی خواهش میکنم بفرما، که میخوام بریم دو تا موضوع دیگرم و میخوام با هاتون مشورت بکنم. نه مسئله نازایی رو یادم خوش مرسی که یادم انداختید، برای اینکه ما نمیدونیم که چه عواقب نازایی و یا حتی ممکنه که تو مسیر بارداری هم ممکنه اتفاق بیفته برای جنین. واقعا دیتا خیلی مهمه، ولی ما هیچ دیتایی نداریم متاسفانه. امیدوارم که بتونیم یه جوری پیدا بکنیم و عواقبش رو هر چه زودتر و داروهایی که ممکنه برای نجات این بچه‌ها بشه بهشون رسیدگی کرد، که واقعا خیلی سخته. به هر حال ممنونم که این موضوع رو باز کردید.
نکته دیگه که این روزا بسیار توجه همه ایرانی ها رو جلب کرده، موضوع این منشوری است که آمده بیرون، منشور به اصطلاح همبستگی و سازماندهی برای آزادی که مخففش رو گذاشتن به نام مهسا. همونطوری که حتما بینندگان ما میدونن و خودت میدونم که بسیار فعال هستی در این مورد، طرفدارهای خوبی داره و حتی کسایی هستن که بسیار ناراحتن از این منشور، حتی کسانی که طرفدار بسیار شاهزاده هستن. میخواستم که شما راجع به این موضوع نظرات رو بگیم، در وسط این صحبت هایی که شما میکنید من سوالایی ممکنه داشته باشم که بخوام ازت بپرسم. برای اینکه بینندگان ما نظرات تو بدونن و بدونن که چی فکر میکنی، و این میدونم که در کلاب هاوس یا جاهای دیگه که صحبت میشه خیلی فعال هستی، میتونی هم این دست راست رو بگیری هم دست چپ رو بگیری و یک نظری برای بینندگان اشاره بکنی. ببینید، همونطور که ما میدونیم از هیچ کس وزنه سنگین تری از شاهزاده نداره و با سفرهایی که کرد، با تمام سوالهایی که جواب داد، تمام ایرادهایی که در گذشته ازش اپوزیشن گرفته بود و با درایت سیاست مثبتی که از خودش نشون داد، واقعا دهن بسیاری از مخالفینش رو بست و یه افتخار بود شخصا برای من، برای که من بدور از تعصب نگاه میکنم به همه چی و تحلیل میکنم و به نظر من سوپار تنها فردیه که کوچکترین خودشیفتگی ازش من ندیدم و هرچی بارش اتفاقا بیشتر میشه تواضعش داره بیشتر میشه و اینو کاملا ثابت کرد. اما با مسئله مهسا ما دیدیم که طبق معمول پیمان نوین اومد، دیدیم چه اتفاقی افتاد، یعنی هر حرکتی شد، هر اتفاق اتحاد و ائتلافی و همبستگی که اسمش اومد، یه سری نفوذی و غیر نفوذی و اتنیک و چپ و این راست و این ور و اون ور چماغا بلند شد، یه سری با چماغ و یه سری با فریاد سعی بر تخریبش کرد. وقتی که پیمان نوین بود، این در شأنش نیست که در کنار اون بشینه، اون یکی هم اومد و گفت در شأن ما نیست که در کنار شاهزاده بشینیم. یعنی یه فاجعه، یه فقر فرهنگی ما داریم. ما فقر فرهنگی همبستگی داریم و گفت و شنود داریم. تا به مهسا رسید، همبستگی مهسا. خب این عزیزان 6 نفری که نشستن، ببینید راست و چپ، جالب اینجا اینه که باز راستا بیشتر حق دارن الان، برای اینکه حضورشون خیلی کم رنگه. تنها کسی که به عنوان خود شاهزاده که البته ایشون فراجناحی خودش رو معرفی کرده، تنها فردی بود که تو این گروه شرکت داشت که تازه فراجناحی هم هستش، ولی اون طرف قضیه اتفاقا وزنش خیلی سنگین تر بود. البته دقیقا من فقط موضع معتدی رو میشناسیم، میدونیم دقیقا چه موضعی داره. اما جالبتر و دردناکتر اینجا اینه که عزیزان اتریک و عزیزان چپ تازه دست بالا هم گرفتن، تازه طلبکار هم هستن. یعنی چنان، ببین افشین عزیزم، درد بزرگ اینجا اینه که توی کلاب هاوس هم گفتم، وقتی هر بار که یک حرکت و یک بیانیه‌ای یا به هر اسمی که میاد چنان مسابقه میدید با سرعت 400 کیلومتر با چماق که وقت عقب نمونید از تخریب، استاد تخریب، عقب نمونید از تخریب. این فاجعه است. نقد بسیار مهمه و در این منشور نقد هست، در همه چی نقد هست. اینا هم که فرداش تو رادیو فردا همه جا گفتن ما باید بیاید تصدیحش میکنیم. آخه کتاب مقدس نیستش که، قرآنتون که نیستش که بگی خاتم الانبیا. ولی چنان راست و چپ، درد من اینجا این بود که یه سری از پادشاهی خواهان رفتن تو اتاق مدرسی ها، این درد بود که اونجا با او همراه شدن، با اون جماعت همراه شدن و درد دل میکردن بر علیه شاهزاده. یعنی تخریب اینجوری، از اون طرف آقای اتنیک و خانم اتنیک که تازه وزنشون انقدر سنگین و خوبه، چقدر بر علیه معتدی صحبت کردن، حق نداره استعفا بده، ما حد اکثر رو میخواهیم، این خیلی بد. یعنی
تنها چیزی که استادن قلم و کاغذ بردارن و فقط سریع تخریب کنن. یعنی اصلا نگاه نمی کنن نکات مثبت پیمان نوین چی بود. من دوباره صدام میشنوم صدام. نکات مثبت به فرض این اتحاد چی بود، این بیانیه چی بود، این صحبت چی بود. نه 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 نه، کار بزرگ اینه که ببینم کجا یه کوچولو آتو دادی تا اینو بزرگش بکنم، سر این قضیه بزنم، یعنی تخریبش کنم، یعنی خرابش کنم. این از خودشیفتگی و منیت و حسادت چیز دیگری هست؟ آخه ملت ما یه همچین شیرزنی رو داریم. 5 سال تو زندان بود، زیرش شکنجه و تجاوز بود، از زندان میاد بیرون این همچین شعاری رو میده و تو راست و چپ و اتنیک برای من هیچ کدومتون فرق نمی کنید. بیاد این چنین تخریب کنید فردی رو که تنها کسی رو که وزنه سنگینی داره، خودشیفتگی نداره، منیت نداره، تمام وجودش پر از تواضعه و دنیا هیچ کدوم از ما رو قبول ندارن، اما او رو قبول دارن. کدومتون اومدین دستشو بگیرید؟ خجالت نمی کشید تک تکتون، چه فرد باشید و چه حزب و گروه و شورا باشید، چه اتنیک ترک و کرد و فارس و هر چیزی که میخواییم باشید و چه پادشاهی خواه باشید، چه چپ باشید. ملت ما تو این فضاحت و بدبختی دارن دست و پا میزنن. شیرزن ما باید بیاد اینجوری، باید پشت سر بیان دستگیرش کنن، مادر بیچاره زهلش بره، برادر بیچاره، و بعد شما اینچنین میکنید با عزیز دل همه ما. من که پادشاهی خواه نیستم، افشینش عزیزم شما میدونید، من نه جمهوری خواهم نه پادشاهی خواهم، من یک آزادی خواهم، حتی نمیگم عدالت خواه. میدونی چرا نمیگم عدالت خواه؟ برای اینکه خطرناکه. برای اینکه عدالت استالینی و عدالت جمهوری اسلامی و عدالت چپ و عدالت راست رو من نمیخوام. من عدالت حقوق بشری رو میخوام. به همین دلیل یک آزادی خواهم و سعی میکنم به دور از هر گونه تعصب به تک تک نگاه کنم و تحلیل کنم، به دور از خصومت شخصی و تعصب. و واقعا جای تعصبه. معلومه که منشور باید تغییر کنه. منشور ایراد داره. شکی درش نیست. اما تخریبش نکن، دستشو بگیر. گفتم توی کلاب هاست، گفتم یه کلیپی اومد افشین جان، نمیدونم دیدید یا نه، یه بچه 7-8 ماهه نمیتونست رو پاش وایسه، نمیتونست راه بره، پدر چکای محکم به این بچه میزد. گفتم شما دقیقا در تمام این سالها این کارو کردید، هر حرکتی که اومد تاتی تاتی کنه چنان چکایی زدین به جای اینکه دستشو بگیرین این تاتی تاتیش به راه رفتن برسه تا به دوی میدانی برسه، در همون ابتدا چنان چکایی زدین که لهش کنید. این مصیبت اپوزیشن ماست. چی بگم بیشتر از این؟ از منشور جگر خونم واقعا. بله، نکته که برای من خیلی دردناک بود اینی که به گفته خودت، من تایید میکنم، نقد کاملا قابل قبوله و هممون قبول داریم. فرقی هم نمی‌کرد که این منشور رو کی بنویسه، چقدر خوب بنویسه، شکسپیر بنویسه یا هر کسی دیگه بنویسه، حتما توش ایراد داره. اصلا قابل قبوله. من یک قسمتی رو از پیش درآمد این منشور برای بینندگان میخونم که اینا در قبل گفتن ولی بعضی ها اصلا دقت ندارن. در اون قسمت پیش درآمد که صفحه اول هست میگه که مهسا یک دولت در سایه نیست، ما رهبر نیستیم، بلکه سعی میکنیم خواست و اراده مردم ایران را بازتاب دهیم و آنها را پیگیری کنیم. ما به این وظیفه تا زمانی که وطن ما زیر یوغ ستم و استبداد هست ادامه خواهیم داد، با این هدف که ساختاری سکولار و دموکراتیک برای ایران حاکم شود. خب اینا از همون ابتدا میگن که ما ناقص هستیم، کار ما کامل نیست و شما بیاین این کار رو کاملش بکنید. و این در حقیقت من فکر میکنم که چیزی که من متاسف بیشتر کرد دکتر بابک، این که کسانی که در تمام این مدت پشتیبان شاهزاده بودند و هر کی هر حرفی میزد
به شدت میکوبیدن. الان خود اونا هستن که دارن اینو میکوبن، شاهزاده رو میکوبن، و بعضی ها یه کمی هم خجالت میکشن، شاهزاده رو نمیکوبن، میان بقیه رو، حامد رو میکوبن، مسیح رو میکوبن، در حالی که اینا یه تیم بودن، این تیم اومده این کار رو انجام داده. بنابراین واقعا باعث تأسفه. حالا همونطوری که گفتی و من فکر میکنم که صحیحش هم این هست که یک گروهی که من فکر میکنم به زودی این گروه داره تشکیل میشه، اینطور که از این ور و ور میشنوم، که بیان و بعدم یک مقدار نظرخواهی بکنن. همین که به درستی اشاره کردی، نقد همینه که بگن که اینجاشو این کارو بکن، اینجاشو این کارو بکن، و بعد دو مرتبه یک چیز دیگه، یعنی منشور پلاس دو یا پلاس یک بذارن، و بعد اینو دو مرتبه در انظار مردم بذارن و بخوام بریم جلو. هر روز که میگذره ما داریم این مطالبی که دختران، مسمومیت دختران، نمیدونم مطالب گرسنگی مردم، همه اینا رو که داریم میبینیم، اصلا ما جای نداریم برای این انتقادهایی که هست. نظر شما رو میخواستم. دقیقا درست گفتی، دقیقا عزیزم. ببین شما میدونید من نقد اسلام میکنم، نقد ادیان ابراهیمی میکنم، نقد دیکتاتوری، برای من نقادم. اما مسئله اینجا اینه که دقیقا باید نگاه کنیم ببینیم که چی کار باید کرد، چجوری میشه بهترش کرد. ببینید اثنیک ها خیلی تهدید کردن قبل از این مرزا، یعنی تمامیت خواهی بسیاری از تو اتاقاشون از تمامیت خواهی صحبت میکرد. این اونا پادشاهی خواه رو میگفتن تمامیت خواه و فاشیست و تمامیت خواه، از این طرف خودشون هم تمامیت خواهی، مثل اینکه باید تا آخر دانشگاهمون باید زبانمون به زبان ترکی باشه یا کردی باشه، اصلا زبان اصلی باید بشه ترکی. تو خود همین هماهنگی که من رفتم در کنفرانسی که دعوت داشتم در هامبورگ، آقای همینو داشت میگفت. آخه این ما هنوز نه به بار است و نه به دار است، جمهوری اسلامی داره میکشه و اینا دارن، هر دو دارن تمامیت خواهی صحبت میکنن. این یه فاجعه فقر فرهنگی نیست؟ به اضافه اینی که یه دلیلی که یک همچین شورای یا یک همچین منشوری درست شد، به نظر من یه تست هم به نظر من بود، یک آزمایش هم بود که ببینه، چون به صراحت از تهدید جنگ، فاشیست کردستان رو گورستان فاشیست ها میکنه، تهدید جنگ. خب اینا مجاهدین و در بدترین شرایط جنگ رو شروع کردن، کردها و در بدترین شرایط جنگ رو شروع کردن، این کار غلط بود و همین دلیل این همه عزیز دل کرد ما کشته شد. از این طرف هم این وریا کشته شدن، از طرف پاسدار و بسیج و چه میدونم اونا کشته شدن. مجاهدین چقدر مجاهد کشتند، به کشتن دادن و از دو طرف کشته شد. یعنی یک همچین تاریخی ما داریم تاکتیک غلط بود، چه مجاهدش به نظر من و چه کردستان. درسته که کردستان موافق خمینی نبود از ابتدا، که خیلی خوب بود، ولی دست بردن به اسلحه و جنگیدن غلط بود و باخت. حال نمیتونه با یک همچون پیش زمینه و تجربه‌ای بخواد حالا اینجوری تهدید بشه، یک کشوری که هنوز تو دست اژدهاست، هنوز تو دست ضحاکه، هنوز هیچ خبری نیست از آزادی. من تو اتاقای خودشون گفتم، براشون وایس فرستادم علنا که بابا شما قبل از اینکه ما نفس آزادی رو بکشیم شما جنگ داخلی درست میکنید، میخواد بکنه. من فارس بعد از توی کرد و بلوچ و اینو این دفاع کنم، هم از فارس دفاع کن. فارس فرق میکنه با دولت، با فارس نجنگید. فارس چه ربطی داره به فارس؟ دولت ها هزار سال هم که فقط ترک بر ما حکومت کرد، هنوز هم که خامنه ای و اکثرا ترک هم. این چه طرز صحبت کردن شما از پان فارسش گرفته تا پان کرد و ترک و بلوچ و هر چیزی که هست. ببین ما اینو باید درک بکنیم، ما در درجه اول انسانی، باید علمی هستن، جن اصلا مطرح نیست، معنی نداره اصلا. این تعصبات فاشیستی نارسیسیستی کی and nationalistی که فقط از طرف راست نمیاد، من طرف اونا هم دارم میشنوم، خب اینم نارسیسیستیکیه، اینم نشنالیستیه دیگه. وقتی این چنین صحبت میکنن
دارن تفرقه میندازن. منشور. اما شما نمیدونید چقدر تمامیت خواهی اصلا خیلی طلب بار به چه حقی اینو نوشتن. و دیگه به نظر من شاهزاده فشار خیلی زیاده، شاهزاده نگرانه که جنگ داخلی نشه. این نظر شخصی منه، تحلیل منه، من هیچ وقتم ادعا ندارم، از زیر روانشناسی دارم نگاه میکنم. و سعی کرد ببینه از این طریق میتونه این عزیزای اتنیک رو یه مقدار آروم کنه، برای اینکه آروم نیستن، نیستن دیگه، نیستید دیگه. و به چند زبان صحبت میکنم، تو اتاقاشو شنیدم. از این طرفم ببینه میشه یک صلح این چنینی، ما در کنار یکدیگر دست در دست هم باشیم. این تست، این آزمایش هر دو طرف باختند، چه پادشاهی خواش و چه اتنیک ها شدیدن باختند و به ملت یک چیزی رو نشون دادن. کسانی که این چنین می جنگن دلسوز ملت نیستن. اینا دکان هاشون داره بسته میشه، اینا فاند هاشون بسته میشه، اینا نمیخوان فردای ایران ایران آزاد باشه. ایرانی که یک همچین جغرافیایی داره که من در اتاق بلوچا گفتم آخه پاکستان که شما رو میخوره، کردستان، اقلیم کردستان به کجا رسید؟ ببینید بارزانی چیکار داره میکنه. آخه یه خورده فکر کنیم که از نظر جغرافیایی و موقعیت ایران الان تو این شرایط حساس، بعد رو تمامیت ارضی چرا کهیر میزنید؟ چرا رو کلمه به این زیبایی تمامیت ارضی شما کهیر میزنید؟ پشت پرده این قضیه چیه؟ بعد مانور میدن انگار با بچه طرفن. مردم آگاهن، مردم باهوشن، حالا مانور میدن که نه، به چه حقی میگن تمامیت ارضی؟ خب وقتی شما با کهیر میزنید، پس این به چه حقی میگویی تمامیت ارضی؟ شما نقض حقوق بشر میکنید وقتی میگویی تمامیت ارضی. ایران یک پارچه، با کلمات بازی کردن، مانور دادن، اینا بازی سیاسی است. اینا دلسوزی برای ملت. من با هیچ کس مماشاتی ندارم، صاف و ساده، شما میشناسید منو، خیلی خیلی اوپن با همه چی صحبت میکنم و همه کس. اینجاست که ملت باید متوجه بشن دوست کیست و دشمن کیست. ما فقط دشمن خمینی نیست، ما منیت ها دشمن ما هم هستند، اینو فراموش نکنید. بله کاملا درست میگین دکتر بابک. ببینید اگر کسی ریگی تو کفشش نیست، چه اشکال داره بنویسین که تمامیت ارضی یا هر چیزی که مردم، یعنی کسی رو اذیت نمیکنه، تقویت میکنه. اگه چیزی که تقویت میکنه یعنی مردم رو به هم وصل بیشتر میکنه، چرا ازش فرار میکنی؟ و این واقعا باعث تاسفه. یه نکته دیگه، آقای مهتدی از حزب کموله تایید کرده، جزو همین امضا کنندگان این 6 نفر بوده. حالا یه گروه دیگه به نام کموله کوچیک آمده میگه که نه، حالا این هم اون باعث شده که دیگه بگن که آقای مهتدی هم نیست، میگن آقا اون یک کموله دیگه است، این یک کموله دیگه است، این بزرگتره، اون کوچیکتره. اصلا واقعا نمیدونم چه هدفشون چی. البته یادمون نره جمهوری اسلامی در این واسطه بسیار مشتونی میکنه، بسیار از هر طرف، یعنی گروه های میاره موافق مخالف و اینا رو به هم میندازه. من و شما و بقیه که اگر ممکنه آگاهی نداشته باشیم وارد این گود میشیم و بعدم به هیچ جا نخواهیم رسید. در هر صورت اگر مطلب دیگه راجع به این موضوع هست بگی. من میخواستم یک وقت کمی که داریم بریم برای یک موضوع دیگه که راجع به عربستان و عربستان چین و قراردادی که بسته شده و یک سخن کوتاهی راجع به این موضوع داشته باشیم. خیلی سریع ببینید، مسئله اینجا اینه که اگر تا به حال هنوز نفوذی رو ما نشناسیم، اینجا دیگه درد ماست، چون نفوذی همه جا هست. اما تو اگر توی پادشاهی ها و توی اتنیک و توی چپ اگر هنوز نمیدونی که جمهوری اسلامی نفوذی و تعصبش خیلی بیشتر، خیلی راحت دیگه میشه شناختش. اگر تو هنوز نمیخوای اونو بشناسی، پس ببین ما چقدر دردمندی و حتما حتما همیشه نفوذی بوده، اینا بیشک. اما یادمون نره که اینا خودشون با خودشون هم هیچوقت کنار نیومدن. احزاب، چه احزاب کرد بشه، چه احزاب بلوچ باشه، چه احزاب پادشاهی خواه باشه،
مصیبت اینجاست، اینا با هیچ وقت با خودشون کنار نیومدن و همین دلیل با مردم بسیار بسیار باهوشن. خودتون میسوزید و بدونید که سوختن احزاب شما و سوختن فردی شما به ضرر خودتونه، ولی در کنارش هم به ضرر ملت ایرانه، برای اینکه جمهوری اسلامی داره زمان بیشتری رو میخره برای کشتار بیشتر و نابودی ایران بانوی ما. شرم بر من و تو که بخوایم زمان بیشتری برای جمهوری اسلامی بخریم. اما در مورد عربستان و این جریان چین، ببین چین ما میدونیم در مقابل آمریکا این حرفایی که میزنن که میشه با آمریکا، این حقیقت نداره. شما برند ها رو نگاه کنید، از 4-5 هزار برند، 3-4-5 هزار، 30-40 تاش فقط برند چینه، از نظر تحصیلات ارتش همچنین. یعنی چین حالا حالا ها نمیتونه با آمریکا برسه. به اضافه این چون نه عربستان تونست و نه جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی همیشه چه با کیدنام کردن و دزدیدن افراد، مردم، دو ملیت ها باج گرفته، یعنی یک حکومت تروریستی، مادر تروریست، مادر طالبان و مادر داعش و جایش و حزب الله. اما بعد از 2 سال یه دفعه چین میاد در عرض 4-5 روز لی 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 دست عروس اومد به شکله. کاملا مشخصه که جمهوری اسلامی خیلی بارها هم عربستان رو تهدید کرد و هم امارات رو تهدید کرده برای هر حرکتی. به همین دلیل خاورمیانه هم که در عرض این 40 سال سوریه و لبنان و عراق همه بارها هم اومدن وسط که بتونن یه صلحی بین عربستان و جمهوری اسلامی بدن. جمهوری اسلامی تو شدید در بدترین شرایط خودش قرار گرفت، یعنی خیلی تنزل باید بکنه، جام زهرا رو باید شروع کنه نوشیدن، برای اینکه اوضاع خیلی خیلی خرابه. به همین دلیل فرصت اینه که از این طریق بتونه یک در باغ سبزخواهی نشون بده. آمریکا کوتاه نیومده از اون 12 شرطش، کوتاه نیومده. با همین مسئله دو ملیتی هم هنوز دارن اینا میخوام از انگلستان باج گرفتن. چقدر پول گرفتن اینا از بعد. و اینا هر پولی رو میگیرن که برای مردم داخل کشور که خرج نمیکنن. به همین دلیل الان میخواد یک با در باغ سبزی نشون بده به خاطر اینکه شدیداً ترسیده. از اون طرف حوثی ها هم، یعنی خود یمن هم دیگه واقعا دیگه شرایطش طوریه که نفس دیگه نمیتونه بکشه. حوثی ها هم دیگه، یعنی جمهوری اسلامی نمیتونه حتی به حوثی هاش و به اون ارتش حزب الله خودش هم برسه. و همین دلیل فرصت بهتر برای جمهوری اسلامی که زمان بیشتری برای خودش بخره. اما پوینت اساسی که جمهوری اسلامی به اینجا رسیده دقیقا یک پسامحساس. ایران به پسامحسا رسیده. ایران انقلاب داره. جمهوری اسلامی میدونه با این نسل نمیتونه شوخی کنه. شوخی نداره. این نسل حراسی از مرگ نداره. حراسی از بهشت و جهنم شماها نداره. حراسی میدونه هویت اصلی که از دست دادن میخواد پیدا کنه و پیدا کرده. میخواد به دستش بیاره. میخواد اعلام جهانی بکنه. لیاقتش رو میخواد نشون بده. جمهوری اسلامی خیلی از این مسئله حراسناک میدونه. و همین دلیلی که باید تنزل بکنه. و این تنزلات تنزلای موقته. عربستان هرگز نمیتونه، نه عربستان نه آمریکا هرگز نمیتونن به جمهوری اسلامی اعتماد کنن، برای اینکه هیچ اینا اصلا قولشون قول نیست. چین آوردن وسط، یک به خاطر اینکه مستقیم آمریکا نباشه، چین به خاطر اینکه معاملاتش با چین و روسیه است، دوستای صمیمیشون چین و روسیه هستن، و این چین بتونه واسطه باشه که این حمله نکنه. یه دفعه اگر به فرض اسرائیل حمله کرد جاهای حساس ایران رو زد، این عربستان و امارات رو نزنه. یعنی از این نظرم به نفع امارات و به نفع عربستان میشه، به نفع منطقه میشه، به ضرر خودشون میشه، برای اینکه دستشون بسته میشه، اسرائیل اتفاقا دستش بازتر میشه در این مورد. به هر حال روزهای آخر جمهوری اسلامی، احزاب و اپوزیشن شرم کنید، خجالت بکشید، با کلمات همبستگی و اتحاد و نمیدونم ائتلاف بازی نکنید، به فکر ملت باشید، به فکر کرسیاتون نباشید. بله دکتر بابک خیلی ممنون، وقت ما تموم شد، خیلی صحبت‌های خوبی رو داشتیم و باز هم امیدوارم بیشتر وقت می داشتیم که بیشتر صحبت بکنیم، ولی اون قسمت آخر صحبتتون رو میگیرم و اون این که جمهوری اسلامی رسیده به خط آخر و به خاطر همین قبول کرده این جام زهر رو بخوره، بیاد با دشمن اصلی که در منطقه هست عربستان بیاد صلح بکنه، پولهایی که خرج کرده در یمن
کشتاری که در برای حوثی ها انجام شده قبول بکنه و جاهای دیگه که حالا ما راجبش میتونیم بعدا صحبت بکنیم، ولی در هر صورت خبرهای خوبی در راه هست، خبرهای خوب خیلی خیلی خوبی هست. دکتر بابک، برای شما و برای بینندگان این برنامه سال نو رو خجسته باد میگم. امیدوارم که در سال آینده باز هم بیشتر به ما وقت بدین که در خدمتت باشیم. به این وسیله طرف شما و سازمان تلویزیون ایرانیان کانادا از بینندگان عزیزمون به درود میگم تا نشست بعدی. به درود به شما. نوروزمان پیروز عزیزم.